لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. این البته خصوصاً مشکل هست چون ما آمار دقیق نداریم، اما به طور کلی عده زیادی که به مکتب اهل بیت می‌پیوندند حاصل در واقع انقلاب اسلامی هست و رفتار سیاسی که نظام جمهوری اسلامی ایران داره و مقاومت، به بحث می‌برم مقاومت که اونا واقعا درک می‌کنند. خب خیلی از مسلمانین ویژگی رو دارن، پس زمان سید قطب و خیلی از متفکرین اسلامی رو بس مقاومت رو تاکید میکردن، در الان میبینن که کی و کیا دارن این کار انجام. اما وقتی میگیم که عرصه تبلیغ، حقیقت این هست که معمولا برادران اهل سنت تو این زمینه موفق تر. ما وهابیت رو داریم و جامعه تبلیغی، این دو تا گروه نوع در واقع تبلیغشون نشون میده که خیلی جلوترن، روش رو میدونن، کار رو بلدن و خیلی وقتا اثر گذارش هم زیاد هست و خیلی هم میپیوندن به این گروه ها. مضاف بر این که شما وقتی بخوای اسلام رو بپذیری با یه دقتی البته اگر نگاه بکنید، اسلام اهل سنت یه اسلام ساده تر هست، اسلام اهل بیت اسلام عمیقه. شما میگه یه پیامبری هست، قرآنی هست، پیامبری هست و یارانش دیگه همه خوبه، اما اسلام مکتب اهل بیت انگار شما نیاز دارید از این مسیر بگذری و بعد عمیق‌تر بشی تا این رو بتونی درک کنی. شاید یه علت این که در پیوستن به اسلام ممکنه مثلا اول سمت اهل سنت بیرن یا اسلام صحابه رو میتونن بپذیرن این باشه، و غالب کسایی که معمولا به مکتب اهل بیت میپیوندن و این شناخت از اسلام رو میپذیرن معمولا درس خوانده ها، نخبه ها هستن که اندیشه میکنند، تدبر میکنند و میتونن بپذیرن که این مسیر باید ادامه پیدا بکنه و اهل بیت یعنی چی، ولی الامر یعنی چی، معصوم یعنی چی و حالا مسائل. بنابراین خلاصه بگم جامعه تبلیغی یا جماعت تبلیغی و وهابیت اینها استراتژی دارن، برنامه دارن. حتی من دیدم گاهی اوقات آموزش میدن که شما چطوری در 5 دقیقه طرف رو تغییر بدی یا لااقل دچار ابهام کنی، دچار شبهه کنی، به فکر وادارید. با یه مسیحی، با یه شیعه، با یه یهودی، با هر کسی آموزش های اینطوری دارن، کاملا برنامه دارن. گاهی اوقات چندین مبلغ را میفتن جاهای مختلف. من همین نامیبیا رو مثال بزنم. خب در نامیبیا از معدود کشورهایی هست که ایران اولین مسجد رو ساخت، مسجد قبا، یعنی قبل از دیگران. بعد از اون شاید 10 سال بعدش جماعت تبلیغی در واقع از یعنی یه در اهل سنت به خاطر یک مشکلاتی که بعد از شیعیان ایجاد کردن ناچار شدن و جدا شدن و بعد جماعت تبلیغی از اونها حمایت کرد و بعد هم که عربستان مرکز اسلامیش رو ساخت. و الان که نگاه میکنیم میبینیم تمام شهرها اینا مسجد دارن و روشون این هست، میرن تو شهرهای مختلف، اولا یه مبلغ ندارن، یه امام ندارن، چندین نفر هم میرن تو شهرهای مختلف، یه عده که مسلمان شدن تشویق میکنن، یه جای کوچیکی رو میگیرن به عنوان مسجد و یه عده افراد هم تربیت کردن و الان دارن و از خود نامیبیا میفرستن برای اون مراکز، یعنی کاملا با برنامه. من بارها گفتم وقتی ما میگیم شیعه و اهل سنت، همیشه اینها مثلا اهل سنت یعنی اون وهابی که شما در عربستان میبینید نیست،
ما در همین مسجد قبا یکی از ویژگی‌های مهم این مسجد این است که 60-70% کسانی که میان مسجد به حضور در نماز جمعه اینها اهل سنت هستند، یعنی شافعی هستند و حنفی، و برخی اصلا نمی‌دونن شافعی حنفی چیه، فقط می‌دونن اهل سنت. برخی از اینها فقط تنها نقطه که شما میگید می‌دونی اهل سنت که دست به نماز می‌خونن یا اینطوری یا اینطوری جوری مختلف و کاملا عاشق اهل بیت، برای اهل بیت مراسم می‌گیرن، برای امام حسین محرم شرکت می‌کنن، خرج میدن. خب لذا اون تعریفی که ما گاهی داریم از شیعه سنی و اینکه ترویجی که میشه در رسانه که اینا باید حتما علیه هم باشن، واقعا اینطوری نیست. خب لااقل من دارم تجربه کشور غیر اسلامی رو میگم، خیلی از اگر اون دست وهابی ها بهشون نرسیده باشه یا اونا رو مثلا اعتقادشون رو خراب نکرده باشه، نه مسلمان هم میگن من اینطوری فهمیدم، اون دیگری اینطوری فهمیدن، اصلا و حتی از کلمه شیعه سنی خیلی خوششون نمیاد، میگن ما همه مسلمانیم، چرا هی ما رو اصلا جدا میکنیم. و خیلی هاش عاشق ایران هم و به شدت منتقد مثلا سعودی هستن و کاملا این مسائل رو درک میکنن، اما به همون عادتی که بوده مثلا دست بسته بهش نماز رو دادن دست بسته میکنن. و واقعا هم متوجه نیم چرا ما بخواییم تردید نه که باید دست باز بکنیم، چه فرق میکنه، خدا اگه میخواد قبول کنه هر دو جورش رو قبول کنه. خب مثلا از نظر فقهی مثلا فرض کنید که ممکنه به یک بشه اون رو گذاشت به یک گروهی، اما از نظر غربی اعتقادی اینها اون اسلام ساده ای که حالا یه شیعه داره یه سنی داره یه اسلام ساده است، اینا مثل همه و نمیشه واقعا تفکیکش کرد. بله این موقع است که یه عالم هست که میخواد قرآن رو تفسیر بکنه، اونجا مشخص میشه که این دیدگاه مثلا به کدوم مکتب تعلق. اینم توجه بکنید که خیلی دنبال خط کشی کردن نباشید. برخی از دان گویی از من میپرسن این آقا مسلمان شد یا شیعه شد، این غلط‌ترین حرفه، ما اصلا یه اسلام داریم. متاسفانه خیلی از ماها خود به خود شیعه رو از اسلام جدا کردن، ولی از خیلی ها فکر میکنن شیعه یک گروه سیاسی هست که بعد از نهضت امام حسین جدا شدن، این ربط به دین ندارن، یک گروه سیاسی مثلا معترض هست، انقلابی هست. نه ما میگیم یه اسلام هست با شناختهای مختلف و اون شناختی که ما فکر میکنیم درست هست، اون شناخت عمیق، شناخت به اون مکتب اهل بیت هست.